همکارم تورسکی صادقی از اربیل همراه ماست. تورسکی که برامون بیشتر میگه که نماینده مهاباد در اون درخواستی که داشته در واقع به چه نکاتی اشاره کرده؟ خب سیما، صحبت های جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس جمهوری اسلامی ایران طی گفتگویی که شب گذشته با شبکه خبری روداب داشته نکات قابل تأملی داشته. اینکه اون مشخصا در گفتگوش گفته که نیروهای امنیتی با گلوله جنگی به در پنجم آبان به معترضان در خیابانهای مهاباد حمله کردند. گفته در کمتر از 3 روز 6 نفر در این شهر کشته شدن و همچنین در بخشی از صحبتاش اشاره کرده به اینکه همین مسئله رو با وزیر کشور و برخی از مقامات امنیتی در میون گذاشته که چرا به معترضان شلیک شده. اون در پایان این گفتگو اشاره کرده به اینکه تا این لحظه پاسخ قانع کننده از طرف هیچ نهادی نه به اونها به عنوان نماینده این شهر داده شده و نه به خانواده قربانیان که پیگیر این مسئله بودند که چه کسی به فرزندان اونها به عزیزان اونها در مهاباد حمله کردند. محمودزاده اونطور که خودش گفته درخواست کرده از نیروهای امنیتی تماسایی که داشته با مقامات اینکه از خشونت پرهیز بکنن، به سمت معترضان شلیک نکنن و از طرف دیگه به گفته خودش همین درخواست از معترضان هم داشته که آرامش در مهاباد حفظ بشه. در بخشی از صحبتاش اشاره کرده به اینکه یعنی این مسئله رو شایعه خونده. اون گفته به هیچ عنوان هیچ کسی از خانواده قربانیان در مهاباد درخواست نکرده که یک فرمی رو پر بکنن، یک فایلی رو پر بکنن و در اون بنویسند که این نیروهای احزاب مخالف جمهوری اسلامی. دقیقا اشاره کرده به اینکه کومله یا دموکرات به این معترضان حمله کردن. اون گفتش که اینها شایعه هستش، همچنین مسئله صورت نگرفته، اما خب تکذیب کرده. اما خب گفتش که ما از مقامات امنیتی، از مقامات سیاسی درخواست کردیم که پاسخگو باشن که ببینیم دقیقاً عاملان حمله مستقیم به معترضان چه کسانی بودند، چرا به اونها شلیک کردند، در به چه نحوی این تیراندازی‌ها صورت گرفته. و هرچند که مشخص نیست که امروز وزیر کشور که قرار احمد وحیدی ساعت 14:15 به وقت تهران در جلسه کمیسیون امنیت ملی باشه واقعاً چه خواهد گفت، اما خب جلال محمودزاده گفته بود اگر پاسخی دریافت نکنیم، هرچند که راه و روش خودش رو داره، ولی استعفا خواهند داد از مجلس.